ما یک کمدین هستم و ما ایرای را که انتخاب کردم به خاطر ازی که ما افغانای خود شاد نگاه کنم، افغانای خود خوش نگاه کنم و افغانای ما یک کشوری که تو زندگی میکنی خانم سونیا، هر کشوری که تو زندگی میکنی او کشور برای هر چیز ضرورت داره، برای یک موچی ضرورت داره، برای یک دکتر ضرورت داره، برای یک ترافیک ضرورت داره، برای یک پلیس ضرورت داره، برای یک عسکر ضرورت داره، برای خانم دکتر ضرورت داره، به دکتر نسایی ولادی ضرورت داره، به یک نرس ضرورت داره. گفتم که هر کشور برای هر چیز ضرورت داره، حتی برای یک کمدین ضرورت داره. هر کشوری که باشه، ما کشور ما برای می ضرورت داشت که من می بخش باشم که کمدی کنم و هموطنهای خود خوش نگاه کنم. شما دانمو بخش بودین که مثلا بسیکل رانی کنین و خانوما را تشویق کنین، که یا دخترها را تشویق کنین یا شادختای افغان را تشویق کنین که مثلا بسیکل رانی کنن و اونو ورزش هست، اونو صحت هست. ای که خانمای ما شما امیال چقدر درد میکشن، چقدر بیرون برآمدن، چقدر در سوشل میدیا هستن، چقدر در سوشل میدیا آمدن. هر خانمه اگر گناه صغیره میکنه یا کبیره میکنه، گناه ازی با دوش کی است؟ ای گناه در دوش کی است؟ ای در دوش سیاست مداره ماست، ای در دوش زمو بزرگه ماست که سیاست ناکام پیش بردن، سیاست بیغیرت پیش بردن. عرف خانم افغان ما که بیرون مبره، عرف خانم افغان ما که مثلا در سوشل میدیا برآمده، عرف خانم افغان ما که در سوشل میدیا سر خود لوچ کرده، عرف خانم افغان ما که در سوشل میدیا مثلا کارای میکنن ای از مجبوریت میکنه. گناه ازی با دوش کی است؟ با دوش از مو سیاست مداره ماست، در دوش از مو سیاست مداره ناکامی ماست، در دوش از مو سیاست مداره ماست که مرا کتی خون ما، کتی وجود ما، کتی خانم ما، کتی فامیل ما، کتی ناموس ما، کتی ننگ ناموس ما فکر کو که بازی کردن. تو از مجبوریت خانم سونیا برامدی، از مجبوریت در سوشل میدیا آمدی. اگر نی پدر تو نمیخوای تو در سوشل میدیا باشی، مادر تو نمیخوای در سوشل میدیا باشی، برادر تو نمیخوای که تو در سوشل میدیا باشی، مامایت نمیخوای تو در سوشل میدیا باشی، کاکایت نمیخوای تو در سوشل میدیا باشی. تو مجبور استی، تو مجبور مکلف استی که در سوشل میدیا آمدی، مجبور مکلف استی که تو در سوشل میدیا بیای و کرای خانه تو پورا کنی، تو در سوشل میدیا بیای بل برق تو پورا کنی، تو مجبور استی. ای که سرت لط شد، ای گناه را که میورداره؟ ای که سر یه خانم افغان لط میشه، ای گناه را که با دوش خود میگیره؟ ای که یه خانم افغان در سوشل میدیا مبره و و و و و و و با زندگی خود مستی میکنه، ای را که میورداره؟ گناه زیره این مشکلات را که میورداره؟ ای را اینمی سیاست مداره ناکام ما، ایره اینمی سیاست مداره بی تجربی ما، ایره اینمی سیاست مداره که ما کتی زندگی ما شما مستی کردن. تو میفهمی تو فروخته شدی با چند روپا فروخته شدی؟ ما چطور گریه نکنم؟ تو چطور گریه نکنی؟ امی ار خانمی را که تو میبینی، ار اکیش که ما مثلا ما تو را میبینم، ما کلی سوشل میدیا را تعقیب میکنم، میبینم ات که با میری با نام نمیگیرم با فلانکی خانم و با فلانکی و با فلانکی و و اونو ایجاب خود از دست دادن و اونو امو خصلت افغانی خود از دست دادن. خاطر چی؟ وارک از درک کرده نمیتانه و تنها هستن و مشکلات گوناگون دارن و با مشکلات بسیار بزرگ دست پنجه نرم میکنن و مشکلات بسیار بزرگ میبینن و درد بسیار بزرگ میکشن. از درد تو کسی خبر نداره، از درد تو کسی خبر داره که وطن پرست است، از درد تو
کسی خبر داره کو ملت پرست است. از درد تو کسی خبر داره که با درد تو میفهمه. تو مسافر هستی. ای که آفرین که تو دیوانه نشدی، آفرین که تو سرکار نبرامدی، آفرین که بازم تحمل میکنی تنهایی ره. و ای که مکتی هر کسی میبینمید که دلائف میباشی، یا دیگه خانمای ما و شما، یا دیگه خانمای افغان، نام نمیگیرم، یا دیگه خانمای افغان چطیات میگن، بعد گپ بد میزنن، گپ بد میشنون، گپ بد میزنن، گپ بد میشنون. بسیار خانمای ماست، بسیار خانمای افغان است. ایره میفهمی گناه زیبا دوشی کی است؟ ای درد ای گناه را ای گناه با دوش از امون سیاست مداره ناکام ماست. امون سیاست مداره ما که میگفتن منم تلوار، منم یک کسی، میگفتن منم یک کسی، اون امون سیاست مداره ما. خانم افغان بودی، سعی است در کشور ما شما برای هرچه ضرورت بود، برای شما ضرورت بود که می توی خانم باشه بسکرانی کنه. برای ما ضرورت بود که می توی کمیدین باشه کمیدی کنه. برای اگسکر ما ضرورت بود که اسکر باشه. برای سه منصب ما ضرورت بود که سه منصب باشه. برای موچی ما ضرورت بود که موچی باشه. مگر ما اگر مسافر شدیم یا ما کشور ترک کردیم، از مجبوریت ترک کردیم. چرا پیغمبر اسلام ما هجرت کرد؟ به خاطر چی هجرت کرد؟ به خاطر زیمی هجرت کرد که مشکلات را دید. ما به خدا برات قسم میخورم خانه سونیات، سرم قسم هیچ عقل نداریم. سر تا که ما لچ میبینم، ای که بیادر سر تا لچ میبینم که چادر افغان، چادر افغانیت ما در سر تو نیست، و و و و و و تو مجبور استی با فرهنگ زینیمی خود آمده کنی، تو مجبور استی که دینیمی کشور زندگی کنی با فرهنگ زیا خود آمده بسازی، تو مجبور مکلف استی. سر تا لچ شد مجبور استی. بچی را در کشور خود بودی، سرت پود بود، چادرت گری بود، چادرت پود بود، سرت پود بود، و تو الان مجبور است که برای زیا خود آمده بسازی. چیر تا چه وسی پو خوی با دیغا وسی. در جایی که زندگی میکنی با خوی زنما باید باشی. تو الان زندگی میکنی نمی جای. تو مجبور استی. افغان خانم سونیا، افغان در جهان استثناء مردم هستن. نان خوردن از یا، مجلس از یا، جلسی از یا، کار کردن از یا، ایجاب از یا، مسلمانیت از یا، دین از یا، دین مسلمان، دین افغان، ای استثناء است در جهان. این افغان ها در جهان استثناء است. ایتنی ازاره ما، ازبک ما، تاجک ما، پشتون ما، ترکمن ما، ای کلگی یک افغان است. استثناء مردم هستن، استثناء تولد شدن، استثناء است نان خوردن از یا، استثناء ششتن از یا، استثناء است گب زدن از یا. یا مردم استثناء هستن. تو را که کسی آرام نمیمانه، بخاطر چی نمیمانه؟ بخاطر زی نمیمانه که تو به شکم سیر شوی، به پای خود استاده شوی، تو جهان اختار میدی. ما و شما استثناء مردم هستیم. امروز ما که میبینم که سر تو لوچه است، چادر در سرت نیست، فرهنگ افغانیت نیست، بخاطر چی نیست؟ تو از افغانیت در کشور دیگه زندگی میکنی، مجبور استی تو که با مو فرهنگ خود آمده کنی. تو مجبور استی که مو فرهنگی که تو زندگی میکنی با مو فرهنگ خود آمده کنی. چرا که تو زندگی در دیگه کشور میکنی، تو برآمدی از کشور خود، تو برآمدی از فرهنگ خود. او خدایا،
زنده باشی خانم سونیا، خوش و آرام باشی. قربانتان ابراهیم جان، تشکر یکمک از صحبت های جذباتی صحبت مقبولتان. کردیم، یکمک جذباتی صحبت کردیم و خیلی خوب گفتین و اینجا دوستان کلگیشان هم تو گوش کردن، قدردان ام کنید. یکقدر احساسات است، ام یکقدر وطن پرستی است، ام یکقدر ملت خود دوست دارم. ما قربان هزاری خود، ما قربان ازبک خود، ما قربان تاجک خود، ما قربان پشتون خود، ما قربان بست افغانستان خود، ما قربان پودریه خود، ما قربان پشه ملریه خود، ما قربان مگس خود، ما قربان امو ای وطن است. مگر زندگی ما در بینش مشکل شده بود و هر رقم از تو از ما از دیگه از دیگه از دیگه کنیم وطن مانده برامده. خانم سونیا زنده باشی، نو جدید و کاغذی باشی، فکسی کمپانی باشی، قربانتان، کامیاب و سرفراز باشی. ما سرت افتخار میکنم، تنها زندگی میکنی، خداون کامیاب داشته باشی، سرفراز باشی، چیزی که در دلت هست، چیزی که ارزو ارمان داری، خداون بر ارزو ارمانت برسانه. تشکر، خدا فرستان، thank you so much. امو کومنتشه و بر کومنتش سیل کدم، یک دو دقیقه گریه کدم، دو دقیقه فکس گریه کردم. بعد از دو دقیقه گریه برزی ما قناعت دادم، برزی گفتم دوست عزیزم، ما ایجا تنها هستیم، ایجا امرای ما کسی نیست، امرای ما وطن ما نیست، امرای ما دوست ما نیست، امرای ما افغان ما نیست، ما تنها هستم. اگر ما یک بجی شو، دو بجی شو، سی بجی شو، لایف میں مز مجبوریت میں، ما تنها زندگی میکنم، ما با بی کس هستم، ما از خود ندارم، ما بچی کاکای ما نیست، بچی امی ما نیست، ما تنها هستم، ما مجبور مکلف هستم، ما لایف بیایم با دوستای خود بشنم، با دوستای خود صحبت کنم، ما امرای کی صحبت کنم، ما امرای کی بیرون مبرایم، ما وات از دست مکمل یاد ندارم. گفتم با خدا برد قسم میخورم که تو سر ما قسم حق نداری که کسی نداره، ما در دینیج میشینم میرم بسیار درجه یک دکان یک افغان میرم میشینم، وقت زو هم درد دل میکنم، برش میگم که ما کسی ندارم، ما تنها هستم، ما چی کنم. ما مثلا ما کسایی بودیم که کتی مردم ششت برخواست داشتیم، ما کسایی بودیم که با دوستا بودیم، ما کسایی بودیم که کتی افغانا بودیم. اگر یک فکایی میگفتیم 10,000 فکایی بیادر قندم خودم ها جور میکردیم، خودم هم خنده میکردیم. اینجا خنده ما را نیست، اینجا مذاق ما نیست، اینجا شوخی ما نیست، اینجا تنز ما نمیه. اکسیجن برای ما نواسی، درختا برای ما نواسی، ای بحر برای ما نواسی، دشت برای ما نواسی، کشتی برای ما نواس. ما نمیتانم که ما کت زیاد صحبت کنم. با خدا بعضی وقت بر قسم میخورم سیکو تقریبا 1,000,000 مردم ما مسافر هستن، با خدا بر قسم میخورم این کلش درد نکشه. دا کشتی ما غرق شدیم، مایی ما را خورد، دا بحر ما مردیم، دا یخنی دا برف ما مردیم، دردایی را که ما کشیدیم این دردار اگه دیگه کشورا بکشه والله بلا سمت الله که قلبش استاده میشه، با خدا قلبش استاده میشه. خداوند افغان اینه میقدر استعداد داده، افغان اینه میقدر حوصله داده، افغان خداوند میقدر صبر داده. ما تنها هستیم، ما نمیتانیم چه قسم زندگی خود پیش ببریم. ما بی وطن هستیم، ما بی کشور هستیم، ما بی از خود بیگانه هستیم. ما شخصا درد خود برای کی بگویم؟ ما درد میکشم، بق والله بلا ما درد میکشم. با خدا گیا شو ما شو باشه یا روز ما روز باشه، با قرآن اگه مستراحت داشته باشم والله بلا مستراحت ندارم. والا اونو جه اگه هر چیز بود وطن خود ما بود، اکسیجن از خود ما بود، پیاز از خود ما بود، کچالو از خود ما بود، سیب از خود ما بود، یک چیزی ارگانیک میخوردم. ایجا ما چیزی ارگانیک نمیخورم، ما انرژی از کجا کنم، ما پروتین از کجا کنم، ایجا کلی چیزا ساختگی است. ما پلاستیک میخورم، پلاستیک هر افغان ما که در استرالیا است، در جرمنی است، در فرانسه است، در امریکا است، پلاستیک میخورن، یک چیزی ساختگی میخورن، سیب ساختگی میخورن، ناک ساختگی میخورن. والله بلا برات قسم میخورم که ما شما در اون ارگانیک اگر میمردیم اونو کشور ما بود خوش بودیم. برای کی بگویم درد خود ما؟ می درد خود برای کی بگویم؟ ما می مشکلات خود برای کی بگویم؟ خب
درک کردنش مشکل است ابراهیم جان، یعنی درک نمیکنن واقعا، دور از خوبا دور از آزیرا باشه، واقعا بیچار انسان هستن که درک نمیکنن. و ابراهیم جان مثلا سوال کرد که شما میتونه اینجا میدامه بتونه ای گپا، اینجا هزار مشکلات است، فعلا ما نو 7 ماه نمیش آمدیم، ما تانوز از خود خانه و جای ندارم و ما مجبور هستم که از طرف روز کار کنم و ما مجبور هستم که نصف روز درس برم نصف روز کار کنم تا اینکه ما چی کنم مصارف خود بکشم. اینجا بیادر من نیست بر ما مصارف بتن، پدرم نیست کار کنم و در خانهش باشم. میگفت تو افغان هستی مهاجر هستی اجازه نداری در مسابقات اشتراک کنی. باز در یک مسابقه شان بسیار به شوق و ذوق بسیار با مشکلات که ما رفتم ما گفت تو با اسکیل ورزشی نداری و من مجبور شدم رفتم $3000 بر خود با اسکیل خریدم، چون گفتم بر من زیاد مهم است و من نمیتونم دور شوم، من نمیخوام که دور شوم و به همین راهی که ما بر آمدیم با همین راه ما هزار گپ شنیدیم، ما قربانی شدیم در بین مردم خود، در بین دخترها، در بین مردها. شاید ما بسیار روزای خراب دیده باشیم، بسیار گپای زشت شنیده باشیم، بسیار بسیار وضعیت های خراب تحمل کرده باشیم، چی در فامیل، چی در خانه، چی در بیرون، یا از طرف مردم بوده، از طرف فامیل بوده، هر قسم. حالا که به آمریکا آمدم، من هیچ چیزی خود آورده نتونستم، امرای خود، هیچ وسایل خود و با اسکیل ما اونجا موندم. و اینجا من حال نمیتونم که برم $5000-6000 یک قیمت یک باسکیل است ما بر خود بخرم. شاید من این زیاد خوش داشتم، شاید آرزویم باشه یک باسکیل داشته باشم که هر دیگر بخزم برایم. و ما همون تایمی که مثلا ما در ورزش خود میتونم میام در لایف، چرا؟ چون ما مجبور هستم، اینجا بر ما کسی نیست که من تکیار کنم، ما مجبور هستم خودم خودت تکیار کنم و به هر رایم که شده میرم کار میکنم، شب کار میکنم، روز کار میکنم، فرق نمیکنه که تایم لایفم شب است، روز است، هر تایمی که باشه بیکار باشم و ما مجبور هستم لایف خودم بیایم. و او کسایی هستن که شما میاد دام میزنید خوار مادر گفته، شما هیچ وقتی احساسات یک انسانی که درد کشیده درد میکشه را هیچ وقت در زندگی نچشیدین و نمیتونین هم بفهمین از حالتی ما، از روحی که ما آسیبی که روحی ما دیده هیچ وقت شما نمیتونین با خبر باشین، نمیتونین هم که با خبر شوی، چون شما هیچ وقت نمیتونید درک کنین، در خون شما هیچ وقت این نرفته که شما احساس کنین، در مغزتان نمیره، نمیدونم چرا. خانم سونیا، ما